بله. ما پیامک زده بودین که بیاین داخل قبل، درسته؟ ما چند بار اسمس زده بودیم، کالا به شرکت در برنامه خوبتون بودیم. شما خودتون نوشید زیاد فرصت زندگی ندارین. کجا تشریف دارین الان؟ محفوظستانم. آدم ها صبح که از خواب بلند میشن تا شب خلق و خوهای مختلفی رو تجربه میکنند. گاهی عصبانی، گاهی میخندن، گاهی تو فکرن، گاهی سرشون گرم کاره. من ببخشید سوال میکنم، چرا میخواییم بیایی تو برنامه ما؟ چرا اسمس دادیم که؟ چقدر دستشون تو دست همسرشونه، چه پلان خوشگلی، چقدر من دوست دارم شما رو، چقدر انقدر شما خوبین. آقا دیگه نداریم، چه الگوی واقعا دیگه نداریم. یعنی شما جزو چی میگن دیگه، نسل شما داره منقرض میشه. من میتونم یه عکس یادگاری با شما بندازم؟ نه جدی میگم، بریم یه بشین یه عکس یادگاری من با شما بندازم، بگم من با یکی از خوشبخت‌ترین زوجای عالم اومدم تو. میخواین همینجا بیستین؟ شما بگیر مادر، شما همینجا بیستین، همینجا بیستین، من همینجا پیش پای شما میشنم، همینجا. مرسی. یه عکس یادگاری از من بگیرید با این زوج خوشبخت. نه باشین شما بالا سرمون باشین. خب این دوربین عکاسی کجاست؟ 3 2. چقدر خوب همراه و همگام با این برنامه. تک تک ما به این فکر کنیم که واقعا امروز روز آخر زندگیمونه و قرار ملک الموت به سراغمون بیاد. هر شماست؟ گوشی شماست این؟ گوشی بلنشی؟ بلنشو قشنگ جواب بده، بگو قشنگ تو قبری بذار رو اسپیکر. ببخشی گوشی بیا بذار رو اسپیکر. بله. الو. سلام. سلام، حال شما خوب است؟ الو. جانم سلام. خوبی؟ سلامتی؟ قربانت برم، خیلی ممنون. فکر خواهرم نیستی نه؟ نه نیستم. آبا خوابی؟ نه. بگو تو قبری. بیزارم. بیزارم برای چی؟ بگو تو قبرم. تو قبرم. خیلی؟ نه خیره خیره خیره. کسی هم بین رفته؟ نه کسی همجور رفتی؟ آره آمیده تو خدا قربونت برم خدا باشه. مرسی قربان بزنج. مرسی. کرین چه خاکی، قد نکنی ها. خوش به حال شما که همه داخلی. همه هم 3 طبقه هست، اینقدر گرمه که سوناچن کسی نمیخواد. از این برداری همیه. من تو اوج مریضی بابام بود اومدم برنامه شما. ننی بابام بیمارستان بود، تابستون بود اومدم برنامه تو. بعدش دقیقا 7 ماه 8 ماه عید بود پدرم فوت کرد. دیگه دقیقا عید فوت کرد، 7 ماه بعدش. ما دقیقا آره دیگه، من برج 4 و 5 بود برنامه تون شما میگرفتید دیگه. اون موقع هم که من برنامه شما خیلی کلنجار میرفتم که بیام یا نیام، این چون قطعات جدیده. دوباره برگردیم همون رایی که بودیم. درسته این برنامه پدر مادرم خودشون دیده بودن، شاید قشنگ نبود، اونا خیلی بیشتر از همه ناراحت شده بودن. صحبتایی که بود، صحبتایی بود که هممون با هم دیگه داشتیم رو راست صحبت می‌کردیم دیگه. آخرش هم اینجاست دیگه. من کامبیز لطفی هستم، متولد کردستان، ساکن اسلامشهر. من ابوالفضل چراغی هستم از تهران. لیلا قانوری هستم از تهران. محسن علمبگی هستم از تهران. بنده سید جلال موسوی هستم، عراقی ام و ساکن کهریزک. خانم پشیمون نیستین از پیشنهادی که دادین؟ بله؟ نه. نتون خیلی ضعیفه ها؟ نه. شما داداششی؟ لحد گذاشتن رو سرتون؟ نه داشتن. میترسید بری؟ نه.
به این فکر کنیم که قرار نیست دیگه طلوع خورشید روز بعد رو ببینیم و از زندگی لذت ببریم. به این فکر کنیم که اعمال گذشته ما چه سرنوشتی رو برای دنیای بعدیمون رقم زده. هرچند این یه نمایشه، اما میتونه جدی باشه. بستگی به نگاه ما آدم ها داره که چه زاویه ای روش تعمق کنیم. اتفاقی نبود که بشه فراموشش کرد و دلم میخواد این حس همراه من بمونه، چون اون خوفی که یه لحظه توی قبل منو برداشت بعدش این آرامش رو به من داد. بین مسئولین مخصوصا، بین اونایی که سمتی دارن، بیان خودشون رو پیدا کنن تو اینجا، بیان اون حق و ناسایی که کردن، غیبتایی که انجام دادن. خودم رو هم میگم که تو اینجا خودمون رو پیدا کنیم، ببینیم کی هستیم. از اون تاریخی که اومدی توی قبر، اومدی تو اون برنامه شرکت کردی، چقدر گذشته فکر میکنی؟ هلوشه چند سال میشه؟ 88 اومدم، یعنی 5 سال شده. 5 سال من ندیدمت. بعد از 5 سال یادم تو اون برنامه تو میگفتی که دوست دارم تا وقتی زندم نفس پدر مادرم بالا سرم باشه. یه جمله دارم که همیشه دوست دارم اتفاق برام بیفته. دوست دارم تا وقتی زندم و دارم زندگی میکنم نفس پدر مادرم بالا سرم باشه. هیچی به جز این نمیخوام. دوست دارم تا وقتی زندم اونا زودتر از من برن. اگه قراره برن من زودتر از اونا برن. 7 ماه بعد زد و پدر شما فوت کرد علی. دیگه من اومدم اتفاقا ختم پدر خدا بیامرزت. خدا بیامرزت. نمیدونم تو از اون موقع تا الان چقدر پیر شدی، چه اتفاقاتی واسه افتاد، چی بهت گذشت، چندی. کاش من به جای اون میمون. دوست دارم خاک برشه اینکه بلند نشم. خرج من رو اون میدار. اون مرد من بود کار میکرد، خرج من رو میدار. علی الان یه عده اومدن اینجا، یه عده از جماعتی که اسمس دادن بعد از اون برنامه نزدیک 4000 تا اسمس. بله فکر کنم هلوش 70 تاشون 50 تاشون نمیدونم چند نفرشون. ما 100 تاشون رو زنگ زدیم فکر کنم 70 تا اومدن. امروز اومدن تو قبر، الان منتظرن که برن باهاشون حرف بزنن. عادی باشی، نخندی، مرسی. تو برای من مهمه، این انتظار رو تو صورتتون میخواد دونه دونه تصویراتون رو بگیرم. سب خودتون با تو خوشم. نخواه آیس ناخو فرده این سفر رو بگیرم. این سفر همین آمه چند خواب خوب به من بگیرم. جالبه براتون بگم، یکی از شرکت کنندگان ما توی این برنامه قصال بود. اون میگفت میانگین توی بهشت زهرا حدوداً 30 الی 40 نفر رو هر روز غسل میده، از زن و مرد، پیر و جوون. کسی چه میدونه، شاید فردا ما یکی از اون 30 الی 40 نفری باشیم که توی قصال خونه میشورنش. قبل اینکه بیام اینجا اول رفتم سر خاک بابا. من سعی میکنم هر جمعه بیام دیگه، سعی میکنم حداقل تو ماه 3 تا جمعه رو 100% بیام به زهرا سر قبر بابا. بعد اینکه اون برنامه رو اومدم، پدر و مادرم برنامه رو دیده بودن. خب من اوج مریضی بابام بود دیگه، خیلی بد بود. وقتی رفتم خونه دیدم پدر و مادرم، حتی من نشستم با پدر و مادرم برنامه رو نگاه کنم. حتی رفتم خونه دیدم پدر و مادرم گریه کردن، خیلی ناراحت شدم. پدرم بهم گفت که هیچ وقت خدا نخواه یه پدر و مادر داغ جوون ببینه. ما باش بزرگ شدیم، اما یاد داد که چجوری باید خدا رو بشناسیم، چجوری خدا رو شکر کنیم، چجوری باید ازش اطاعت کنیم، چجوری شکرش کنیم. خادم فاطمه زهرا بود، خادم امیرالمومنین بود. ما رو اینجور جاها می‌بردش. یه جایی با خدا همش درگیر بودم دیگه.
چرا من؟ چرا سر من افتاده؟ چرا من اتفاق افتاده؟ چرا بابای من باید مریض باشه؟ خدا نخواست دیگه. همین که یه جاهایی که صحبت میکردیم یا وقتی این کارا براش میکردم دستش میبرد بالا دعا میکرد، میرسم وقتی این دعاه رو که داره میکنه میگه خدایا این بچه هم یه نقاب انداز، بودم خدا داره میبینه، خدا داره نگاه میکنه این بابای منو که داره دستش میبره بالا ازت یه چیزی میخواد، به مو برسه پاره نمیشه سید. وقتی شلوغی شهر و جنب جوش آدماشون رو میبینم با خودم فکر میکنم هر کدوم از این آدما به یه چیزی فکر میکنن و دنبال یه کاری هستن تا بتونن از دغدغه هاشون کم کنن و اموراتشون رو بگذرونن، از دست فروش گرفته تا رانندگی تاکسی و کارمند و مهندس و دکتر، هر کسی سرش تو لاک خودش و حساب کتابای زندگیش رو دو دو تا چهار تا میکنه، یکی ناراحت، یکی خوشحال، یکی نگران، یکی بی‌تفاوت، خلاصه هر کسی به فکر اینه که بتونه زندگی راحت تری رو واسه خودش دست و پا کنه. خب این راحتی هم ارزون به دست نمیاد، باید از عمر گرانبهات کم بشه تا در ازاش چند سبایی اونم شاید بتونی راحتی و دلخوشی داشته باشی. به قول آدمای کاسب تش چیزی گیرت نمیاد. نمیخواستم بری، رفتی داخل گفتی سنگ لعدم میخوام بذارم، سنگ لعدن گذاشتن. چه خبر بود؟ چی شد؟ آروم شدم، احساس میکنم تازه متولد شدم. منم با این اومدم، گفتم منم میام با این تماشا. بعد اومدم دیدم گفت اسمتو می‌نویسی، گفتم آره. چون که بچه‌م مرده بود من خیلی دوست داشتم که بیام تو قبر بخوابم، ببینم چی شده، چی گذشته با حسین من. هیچی هم نیست اصلا، همین الان نگاه کن هیچی نیست، پای خاک آجر ولی دیگه حالتنی میکنه همه چی ازت، همه چی میکنه. چون تا میخوایی یکم طعم راحتی رو بچشی، یک گرفتاری دیگه جلوی راحت سبز میشه. در واقع سراب خوشبختی تو رو اسیر خودش میکنه، اونقدر سرگرم میشی که نمیفهمی چطوری عمرت میگذره. بعدش هم باید کوله بارتو ببندی و واسه همیشه از اینجا بری، اون وقت تازه میفهمی که مسافر بودی و جدی نمیگرفتی. تازه میفهمی توش سفرت که خیلی هم طولانیه اونی نیست که تو جمع کردی. تازه میفهمی عمرت چقدر با ارزش بوده و تو چقدر اونو ارزون فروختی. نه اون چنونی که میخواسته به حساب شایسته اون باشم نه، ولی خب تا جایی که تونستیم به اعمالش انجام دادی. از اوایل عمرم به این چیزا معتقدم که زرق برق دنیا و پول و ثروت اینا گذراست. من دوست دارم مرگو اگه خدا به هم عنایت کنه با شهادت بشه. خب زندگی آینده دیگه، ما زندگی آینده دیگه نداریم، به سن نیستیم که بخوایم مثلا تو فکر دیم. ولی خب از خدا خواستم از ایرادها و عیبهای خیلی زیاد من بگذره و من هدایت کنه. حق الناس که خب هست، شاید مثلا زیاد بهش فکر نکرده باشم ولی خب هست، ولی خب شاید کاری از دستمون بر نیاد. دلیلی که من اومدم اینجا و دوست داشتم تو این برنامه شرکت کنم، من الان باید 6 تا قرص اعصاب می‌خوردم تا الان، ولی خب الحمدلله الان هیچ مشکلم ندارم. هیچ وقت از مرگ نترسیدم و نخواهم ترسید. یاد برزخ افتادم، یاد اون موقعی که ما تو برزخ باید منتظر باشیم، اعمالی هم نداریم، بنابراین خیلی تشنگی باید بکشیم. نه از نظر من جسم نیستش، ولی روح ما همچنان برای ابد باقی میمونه و تمام این کاری که ما توی زندگیمون اثر انجام میدیم اثرش رو توی زندگی بعد میتونیم ببینیم. توی هر کجای دنیا که داری زندگی میکنی، هر پست و مقامی که داری، یه بار بشین دار و نداره تو چک کن. به خودم میگم پول خونه، ماشین، زمین، کارخونه، شرکت، حالا فکر کن این همه ثروت رو به چه قیمتی به دست آوردی. حق و ناز، دروغ، تهمت، دزدی، نزول و هزار مطلب دیگه و بعد تمام موارد گفته شده رو ازش کم کن، باقی ثروتت رو حساب کن چقدر خمس و زکات بهش تعلق میگیره،
اونا رو هم کم کن. باقی موندهش انشالله که پاکه. حالا فکر کن تا به حال تو چه مسیری خرجش کردی و خرج میکنی. دوتا هم گوشی داری که هم سیگار میکشی هم دوتا گوشی داری. چرا با ساعت خوابیدی؟ ساعتتو درآر. هم ساعت یه میلیون تومانی ها؟ آره. حالا چطور اینجا؟ آقا ببخشید عذرخواهی میکنم، میشه دیگه هیچ صدایی نشنویم؟ مرسی. زیر سرت چرا آب گذاشتی؟ راحت باشه بابا. نه دیگه به من بده اونم. رو خاک باید باشین. باش اینه. چی میخوای اومدی اینجا؟ چی میخوای؟ دنبال چی هستی اینجا؟ آرامش. میرفتی بارسلون، میرفتی هاوایی؟ اونجا رو پولش ندارم برم، ولی اینجا راحت. اینجا رو همه باید بیم. بدهکار مالی هستی؟ ها. نه بدهکار یه روزمره‌ای که. چقدر مثلا؟ شاید 45 45 هزار تومان؟ ملی. 45 تومان ملی بدهکاری. چرا انقدر محکم صحبت میکنی؟ شاید انقدر امروز همین الان روز آخر زندگیت باشه دیگه. بالاخره اگه بخوام اونجوری آدم فکر بکنه که نباید زندگی بکنه. نه خب به هر حال وصیت کردی نوشتی جایی که انقدر بدهکاری؟ نه ولی برادرم میدونه. میدونه؟ با هم شریک ما. شغل چیه؟ راننده کارم. یه روز آخر زندگی باشه چی کار میکنی؟ من فقط یه چیزی از خدا خواستم که خدا لیاقت نوکری با ما به من بده که این کارو برام کرد. لحظه شماری میکنم برای سر سفره افطار که چایی بهمون بده. لحظه شماری میکنم برای اینکه دست بکشه رو سرم. لحظه شماری میکنم برای دیدنش. لحظه شماری میکنم برای اینکه با هم حرف بزنه. لحظه شماری میکنم برای بوسیدن دستش. روز پدر بهانه ایه برای بودن پدرم. هر روز برای من روز پدره. هر روز بهونه بابام میگیرم. بابام که فوت کرد چند وقت تو کلنجار میرفتم با خدایی. یقه خدا رو گرفته بود. چرا من داد میزدم؟ چرا از همه این آدم چرا من باید بابام فوت کرد؟ یه نال الله و اینال اگه راجعه بازگشته هم به سوی اوست. خودش نفس میده، خودش هم نفس رو میگه. هیچ کس نمیتونه دخالت کنه تو اینکه زیاد زندگی کنی. حتی یک دقیقه، حتی یک ثانیه نخواد نفس بکشی، هیچ که نمیتونه درست کنه برند. اینجا خونه آخره. ته دنیا اینه. راست داد میزنم جواب نمیدی. من شما خواهش میکنم هرچی زودتر بیایید بیرون، برید در آغوش مادرتون، برید پیش برادرتون. ان شاءالله همیشه سلامت باشین. خدا من پدر شما رو بیامرزه ان شاءالله خانم. یه دارم من اینجا یه جوری اصلا یه حس دیگه دارم اینجا. اون حسی که بابام اینجا بود چه حسی داشت؟ حس کردم که خیلی تنها بود. احساس تنهایی داشتم اون لحظه که سنگار داشتید میذاشتید. حتی اون لحظه که داشتیم میذاشیم میدونستم کنارمی، ولی میگفتم نرید همینجا بمونید. اون حسی که بابام داشت و حس میکردم، حس میکردم که اونم داره میگه نرید کنارم بمونید. یه بار دیگه به دنیا میامدی چیکار میکردی تو زندگی؟ اصلا نمیخواستم به دنیا بگم. ما اگه این فیلمو بگیریم پخش نکنیم چی؟ مهم نیم، اصلا برای فیلمش نیومده. تو الان میخواستم بلنشم برم، بیشتر به خاطر اینکه اینو تجربه کنم، چون با همسرم هیچ وقت فرصت نمی‌کردیم چنین چیزو تجربه کنیم.
از بچگی مثلا میومدم به صحرا میدیدم که بعضیا میان تو قبر واسه اینکه گناهاشون بخشیده بشه، میگفتم مثلا گناهامون بخشیده میشه. بعد همین متعلقات دنیا آدمو بالا مست میکنه، مست میکنه و مسخ میکنه. آدم وقتی میاد این پایین تازه هوشیار میشه. اولش قلبم تون میزنه، الان خیلی خوبه. اولش که اومدم خیلی ترسناک بود، گریم گرفته بود، ولی الان مثلا یه احساس آرامشی. آماده که نه، هر کسی بالاخره اعمال خوب و بد داره، ولی قبول میکنم. دوبار واقعا به عینه به چشم مرگو دیدم. تو قرب بعضی ها نمیشونم، ولی من خودم تجربه شو داشتم. همه کاراتونو کردید، همین یه کار مونده الان؟ بنده خدا هزار تا کار داریم، ولی خب اینجا دیگه آخرشه دیگه. تو قبر که رفتم دعایی که کرده بودم خدای همین الان منو ببر. یک بار گلوله خوردم تا پای مرگ رفتم، یک بارم تصادف خیلی شدید داشتم، اون هم همینطور. تو 16 سالت اومدی تو این برنامه؟ ها. برای چی اومدی؟ دوست داشتم تجربه کنم. خیلی وقت بود به سر نیومدم، تا هفته پیش که یکی از دوستان فوت کرد اینا. یه فرصت میخواستم برگردم حلالیت بگیرم. خیلی کسا. دو تا گوشی داری؟ بله. با دو تا گوشی اومدی؟ بله. چرا با دو تا گوشی؟ کار دیگه. آخه میشه اینا که از دو تا گوشی دارن یه خورده خطرناکن. چرا چشماتو باز نمی‌کنی؟ اینجوری بهتره. چشم که بیرونم بازه. امیدوارم کسی که برنامه رو می‌بینه من خوب میشناسن آدما. من نه شعار میدم نه چاپلوسم. اصلا هم تو زندگی بلد نیستم چاپلوسی کنم. سر این قرد بازی و غرورم خیلی وقت کار دستم داده. قدر پدر مادرتون رو بدونید. اگه برن دیگه نمیتونید کاری کنید. نوکری پدر مادرتون رو کنید. تا هستن دستشون رو ببوسید. اونایی که هم نیستن هم حداقل ماه یه بار برید سر خاکش. خیلی چش براهن. خیلی چش براهن. مرسی علی جون. علی جون بده دست تو به من. بلند شو. بلند شو و الهی همیشه زنده باشی. دمت گرم. Sure.